تا به حال شده موقع دفع ادرار یا بعد از تخلیه کامل مثانه دچار ریزش قطره ای ادرار بشی؟ ما دو نوع قطره قطره اومدن ادرار رو ممکنه تجربه کنیم. یکی موقع ادرار کردنه که ادرار به سختی میاد و خیلی طول میکشه و یکی هم موقعیه که با احساس تخلیه کامل مثانه از جا بلند میشیم ولی ناگهان حالا با فاصله چند دقیقه یا چند ثانیه چند قطره ادرار روی لباس زیرمون میریزه. قطر قطر اومدن ادرار معمولا توی مردان به دلیل بزرگی خشکی پروستات یا تنگی مجرای ادرار و سنگ مثانه به وجود میاد. با این حال این مشکل در زنان هم دیده میشه و علت اون معمولا عفونت مجاری ادراریه. سلام، من محمد زارعی هستم، مدرس بیماری های داخلی جراحی. به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. توی این ویدیو دو تا موضوع بحث میشه، یکی بحث قطره قطره اومدن ادرار حین ادرار کردن و یکی هم قطره قطره اومدن ادرار بعد از ادرار کردن و بعد از تخلیه کامل مثانه. مشکل در دفع ادرار و قطره قطره اومدن ادرار معمولا به دلیل وجود مانعی در مسیر ادراره. بیماری های مختلفی میتونن در مجرای دفع ادرار ایجاد انسداد کنن و باعث این مشکل بشن. شایع ترین موارد مربوط به علت قطره قطره اومدن ادرار رو در ادامه با هم بررسی میکنیم و بعدش میریم سراغ مشکلات مربوط به قطره قطره اومدن ادرار بعد از تخلیه کامل مثانه. مورد اول، بزرگی خشکیم پروستات. در مردان بزرگی پروستات میتونه باعث وارد شدن فشار بر مجرای ادراری بشه. این مجرا در واقع لوله‌ایه که ادرار رو از طریق مثانه از بدن خارج میکنه. با افزایش سن در مردان پروستات بزرگ میشه و امکان داره باعث بروز برخی از مشکلات ادراری بشه. این امر میتونه باعث دشواری در ادرار کردن و در نهایت قطره قطره اومدن ادرار بشه. بزرگ شدن پروستات میتونه باعث بروز مشکل برای مثانه یا انسداد مثانه هم بشه. نیاز به دفع مکرر ادرار معمولا یکی از علائم شایع این عارضه هست. امکان داره که این حالت هر یک تا دو ساعت و خصوصا در زمان شب ایجاد بشه. اگر حتی یکی از علائمی که میگم رو دارید، بهتر برای معاینه پروستاتتون به دکتر اورولوژیست مراجعه کنید. مورد اول، تخلیه ناکامله، یعنی احساس پر بودن مثانه حتی پس از دفع کامل ادرار. دفعات زیاد بودن دفع ادرار، یعنی نیاز به دفع مکرر ادرار حدود هر یک تا دو ساعت یک بار. دفع نامنظم و متناوب ادرار، یعنی نیاز به توقف و آغاز دفع ادرار به صورت مکرر. نیاز فوری به دفع ادرار، یعنی احساس نیاز فوری به دفع ادرار به صورتی که شخص نمیتونه بیشتر از زمان معینی صبر کنه. جریان ضعیف ادرار، وارد اومدن فشار در زمان دفع ادرار و شب ادراری که نیاز به بیدار شدن در زمان شب بیش از دو بار جهت دفع ادرار رو شامل میشه. مورد دوم، تنگی مجرای ادراره. مجرای ادراری لوله‌ایه که ادرار رو از مثانه به خارج از بدن هدایت میکنه. معمولا این مجرا جهت جریان یافتن آزادانه ادرار به اندازه کافی گشاد میشه. تنگ شدن این مجرا میتونه باعث محدودیت جریان ادرار بشه. این عارضه به عنوان تنگی مجرای ادرار شناخته میشه. تنگی مجرا معمولا در اثر ایجاد بافت اسکار بروز میکنه و میتونه سبب انسداد جریان ادرار و قطره قطره اومدن ادرار بعد از تخلیه مثانه بشه. تنگی مجرا عارضه یه که معمولا در مردان بروز میکنه و میتونه باعث بروز علائم مختلف خفیف تا شدید بشه. بعضی از علائم شامل این مواردیه که خدمتتون میگم: جریان ضعیف ادرار یا کاهش حجم ادرار، نیاز مکرر و ناگهانی به دفع ادرار، احساس عدم تخلیه کامل مثانه بعد از دفع ادرار، بروز درد یا سوزش در زمان دفع ادرار، عدم توانایی در کنترل ادرار، یعنی همون بی اختیاری ادرار، درد در ناحیه لگن یا قسمت پایین شکم، ترشحات مجرای ادرار، ورم و درد در آلت تناسلی، بروز خون در مایع منی یا ادرار، تیره شدن ادرار و در نهایت عدم توانایی در ادرار کردن که این عارضه بسیار جدیه و به درمان سریع نیاز داره. مورد سوم، عفونت دستگاه ادراریه. عفونت دستگاه ادراری میتونه باعث التهاب دستگاه ادراری و در نهایت بروز درد و دشواری در زمان دفع ادرار بشه. این امر میتونه باعث قطره قطره اومدن ادرار بشه.
مورد بعدی سنگ مثانه هست. سنگ های مثانه توده های سخت مواد معدنی در مثانه هستند. این سنگ ها در اثر تشکیل بلور توسط مواد معدنی در ادرار تولید میشن. این حالت زمانی ایجاد میشه که شخص در تخلیه کامل مثانه دچار مشکل بشه. امکان داره سنگ های کوچیک مثانه بدون درمان دفع بشن، ولی در برخی موارد نیاز به دارو یا جراحی هم داره. در صورت عدم درمان امکان داره سنگ‌های مثانه باعث بروز عفونت و دیگر عوارض بشن. سنگ‌های مثانه میتونن باعث تحریک پوشش مثانه و انسداد جریان ادرار رو قطره قطره اومدن ادرار بشن. مورد بعدی التهاب پروستاته که معمولاً باعث بروز درد یا دشواری در زمان دفع ادرار و همچنین درد در کشاله ران، ناحیه لگن یا ناحیه تناسلی میشه. عفونت باکتریایی در بعضی از موارد باعث بروز این عارضه میشه. التهاب پروستات میتونه باعث بروز درد و دشواری در دفع ادرار بشه. مورد بعدی بی اختیاری ناشی از سرریز شدن ادرار هست. بی اختیاری سرریزی به این معنیه که شخص نیاز به دفع فوری ادرار داره ولی تنها میتونه مقدار کمی ادرار دفع کنه. این امر میتونه در اثر ضعیف بودن عضله مثانه یا انسداد مثانه بروز کنه. در اثر عدم تخلیه مثانه به طور کامل مثانه بیش از حد پر میشه و با وجودی که شخص نیازی به دفع ادرار احساس نمیکنه ادرار نشت میکنه. این عارضه میتونه در اثر عارضه هایی که روی اعصاب تاثیر میذارن بروز پیدا کنه. این عارضه ها شامل دیابت و بیماری MS هست و امکان داره سبب بشه تا تشخیص پر شدن مثانه برای شخص دشوار بشه یا باعث بشه که انقباض مثانه با مشکل مواجه بشه. بی اختیاری سرریزی میتونه در اثر انسداد در دستگاه ادراری هم بروز پیدا کنه. این انسداد میتونه سنگ مثانه و یا تومور دستگاه ادراری باشه که باعث انقباض مجرای ادراری شده. انسداد در مردان معمولا در اثر بزرگ شدن غده پروستات، سرطان پروستات یا باریک شدن مجرای ادراری بروز میکنه. خب تا اینجا در مورد قطره قطره اومدن ادرار در حین ادرار کردن صحبت کردیم. بریم سراغ قطره قطره اومدن ادرار بعد از دفع ادرار. این عارضه زمانی بروز میکنه که بلافاصله بعد از پایان دفع ادرار و معمولا پس از ترک دستشویی شخص دچار از دست دادن غیر ارادی ادرار میشه. ممکنه این حالت زمان ایجاد بشه که عضلات اطراف مجرای ادراری به طور کامل منقبض نمیشن. این امر از تخلیه کامل مثانه جلوگیری میکنه. یکی از دلایل شایع این عارضه بزرگی پروستات یا ضعیف شدن عضلات کف لگن هست. این عارضه میتونه آزاردهنده باشه و باعث بروز مشکل برای شخص بشه. ادرار قطره قطره بعد از دفع ادرار ممکنه در زنان هم ایجاد بشه ولی در مردان شایع تره. برای درمان این عارضه از دو تا روش میشه استفاده کرد. یک روش تمرین مخصوص عضلات کف لگن و دیگری خارج کردن چند قطره ادرار از مجرای ادراری با استفاده از وارد آوردن فشار توسط انگشتان هست. تمرین عضلات کف لگن در صورتی که صحیح انجام بشه به بهبود کنترل مثانه و روده کمک میکنه و باعث رفع یا بهبود نشت ادرار میشه. در صورت وجود علائم ضعف کف لگن هم میشه از این روش استفاده کرد. در صورت عدم تمرین عضله مورد نظر این عضله ضعیف میشه. مثل هر عضله دیگه‌ای در بدن قدرت این عضلات با تمرین هرچه بیشتر افزایش پیدا میکنه. مردان میتونن نوک انگشتان رو پشت کیسه بیضه‌شون قرار بدن و جهت بهبود جریان ادرار در امتداد مجرای ادراری فشار ملایمی به سمت بالا و جلو وارد کنن، کاری که توی دین اسلام بهش میگن استبراء کردن، و بعدش آلت تناسلی بایستی تکون داده بشه یا فشار داده بشه. جهت اطمینان از تخلیه کامل مجرای ادراری این حرکت باید دو بار تکرار بشه. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. اگر میخواید در مورد بوی طبیعی و غیر طبیعی ادرارم بیشتر بدونید ویدیوی بعدی رو حتما ببینید. یا حق.